شما صحبتی کرده بودین در مورد شما، یعنی گفتن که شما هنر رو فدای سیاست نمی کنید. منظورتون چی از این نظر؟ ببینین توی اون نمایشنامه بزرگ دکتر فاستوس روحش به شیطان فروخت و تا آخر اون پشیمان شد از اینکه روحش فروخته. به واقع اینه، شاعری که خودش به سیاست میفروشه دیگه تا آخر عمر اجازه آزادی نداره، اجازه نداره هر حرفی رو بزن. ببینید سیاست چه موافق چه مخالف فرقی نداره با هر حکومتی. یه شاعر اگه موافق حکومت باشه مسلماً یه سری تأمین‌ها خواهد داشت، یه سری امکانات مالی، یه سری امکانات شغلی خواهد داشت، ولی اجازه هر گونه نوشتن رو نداره. مخالف هم همچنان از خارج خیلی ها تأمین میشن، ولی خب اونا هم محدودن دیگه، اونا هم حق ندارن. مستقل بودن این آسایش داره که آدم شب راحت میخوابه. یعنی عجیبه کسی نیست، ولی خب محدودیت هایی هم داره دیگه، یعنی تریبون کم هست. ببینین اصلا برخی از شعرها هست که دیکته میشه، میگه این لیست مشخص باید ازشان دعوت بشه، این لیست مشخص باید ازشان دعوت بشه. خب ما جزء هیچ کدام از این دو لیست نیستیم، یعنی نه موافقیم نه مخالفیم، ولی خب چون تریبون ها نیست، مسلمن یه شاعر توی شرایط مستقل باید با چنگ و دندان به اون جایی که بخواد برسه. خیلی راه سخت‌تر میشه. چون ساپورت های لازمی هم که باید داشته باشه هیچ وقت نداره، همیشه خودش باید خودش. دقیقا همینه، یعنی مثلا شما برنامه خودتان نبینیم که با سه صدر مثلا از یه شاعر دعوت کردیم و من با جناب مقدمم صحبت کردم، گفت که از کسایی که دعوت میکنین اصلا کاری نداشته باشین که طرف سیاسی هست نیست کاملا هست. آره، گفت که به شکل دعوت کنین که طرف بیاد حرفاشو بزنه، مخاطب کاملا به شکل مستقل. ولی این نگاه پیش از این نبوده، من توی 27 سال اخیر این نگاه ندیدم، همه با اینکه خاص به شاعر نگاه میکنن.